امین تی جی دیست جدیدی منتشر کرده به اسم هاست که دیسوک دلو هست، با آهنگسازی اشکان کاگان، کش بیتس اند متیوز، باید اینجوری باشه، کوپردوسر لیل دیفو و سامان وارتون بودن، میکس مستر اشکان کاگان، کارگردان و کاور آرت آی ام اس بوده، پروژکت منیجر علی طباطبایی و میتروف بوده و دیستریبیوتر منیجر هم آردا بوده. بریم که با هم ریاکشنشو داشته باشیم. تهران تی 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 جی اوکی. تا حالا دیدی این بالا رویا او. فقط داری این بالا رویا او. تو که بخوای مالی میکنی کارا، تو کیره میلادی و بخوش شاید بری پارانویا همه میگو اوکی. بنده خدا اون سگر رو تو دیده همه گذاشین، شاید راضی نباشه، البته اگه راضی بود که شورت میپوشید. دوباره با اون جناسای خوشگلش شروع شد که دیدین بالا رویا، داری از این بالا رو یا همچین چیزایی، از این جناسای معروفی که امضای خود تی جی هم هست. برو بریم. گفتم پیش رو ولی من خیلی ریلکس، اون میلادی و بخوش شاید بری پارانویا همه میگفتم پیش رو ولی من خیلی ریلکس، اون که لایو خودمه تو یوتیوب ببینی هست، حتی منو میکشه ترکیه برنامه گذار، تو که تا اونجا میری با کوری بگیری عکس. واسه اونایی که هی دنبال فکتن تو دیس، این اتکش خیلی خوب بود. خب اشاره میکنه به اون اول دیسترک دلو که از کنسرت خود تی جی بود، که حالا یعنی کنسرت جیدال بود که هم پیشرو اونجا بود هم امین تی جی و اینها، و همه داد میزدن تی جی تی جی، میگه که آقا اونا داشتم اونم گفتم منم خیلی ریلکس کارم آمده میدادم، لایو شوتو خودم هست، خودم چیزی نیست که پوشیده باشه. گرچه که فهم کنم وقتی یک اوجی در کنسرتی باشه معلومه که خب اکثرا اون فرد رو میخوان، به هر حال هر کنسرت یک وزنه‌ای داره که آدم ها به خاطر اون بیشتر میرن. و بعضیش هم اشاره میکنه به اینکه خب به هر حال رفته بود ترکیه آقای اردلان و عکسی رو گرفته بود با کوروش، یعنی تا اونجا رفته بود و فقط یک عکس اومده بود، میگه منو که برنامه گذار میکشونه اونجا، تو که میری برای عکس. اوکی. منو میکشه ترکیه برنامه گذار، تو که تا اونجا میری با کوری بگیری عکس، تو مارکت بگر از این به بعد کوشش ریسپکت، دم خونه کسی لود میشی که خونه نیستش، شب کنسرتم با کمدی بالا بچه زرنگالا کوز دیکست، نصف اندرریتد پانچ نره رو هم کل ورسات، کیره ویناک دهنت ولی محمودم کل تهرانه، منهودم کل تهرانه رو یه جوری گفت انگار داره میگه محمود، اسم ویناک هم محموده. اوکی. اندرریتد پانچ نره رو هم کل ورسات، کیره ویناک دهنت ولی محمودم کل تهرانه، حاشیه نرو فیتم با پوریو بودش که اگه رفت رو... آها اونجا که اشاره میکرد میگفت خب دلو میگه که من افتخار یهودم، افتخار یهوده، بعد تو دیسش گفته بود که خب افتخار شمرون هم که ویناک هستن، شمرون همه به ویناک میشناسن، تو چی میگه؟ اینا میگه من هودم کل تهرانه، تمام تهران سرای من است. اوکی. ولی مهودم کل تهرانه، باشیه نرو فیتم با پوریو بودش که اگه رفت رو چنلش چون کرش بوتک خودش اصرار، با این چیزا نمی کنه جا به جا تیز کریر، این که بپذیریم رو چنلش چون کرش بوتک خودش اصرار، با این چیزا نمی کنه جا به جا تیز کریر، این که دادی بکمه یا خواه مالی بقیه، هر بلندی میگی لابد با اسمی غریبه، چون اگه بالا سرت نیستی مال حال ددیته، گرفتی رو تی دیگه آجی اینو انیش در آوردین دیگه، این از این بکشیم بیرون، ولی یه جوری منظورش اینه که دلمون میسوزه که نمیایم بالا سرت، بکشین از این بیرون، این توی دیس استفاده کردن قشنگی، بکشید ولش کنید، لابد با اسمی غریبه، چون اگه بالا سرت نیستی مال حال ددیته، گرفتی رو تی جی توه ورق، کل مارکت درت گذاشتن از دو سه طرف، ویوات فیک خودت که میدونی، چند بار باید بگیم یادم نمیاد بهش گفته با... میگن خود کرده رو تدبیر نیست، البته که تی جی با اون وایساش ناموسی کرد، و البته اول دیگران نگرفتن که ترامفوبیا دیسه، بعد تو استوری امروزشون که گفتن دیسه قبل ترامفوبیا شروع کرد، حالا کاری ولی خوده خب تیجه مجاگاه میزنم آره تونو میگم فلان و اینا کم از سعی بود و اینا، ولی خب تو وقتی میای میگی سنر که ویو فیک میزنه و داری ویو فیک میزنی، خب دیگه خودت فوشو خریدی به جون دیگه، میدونی، ولی کلن بی خیال بابا ولش کنید اینو، فیک خودت که میدونی، چند بار باید بگیم یادم نمیاد بهش گفته باشم کش بده بابام، ولی خرج متون بیشتره از سقف حساب، میگه وزرا رفتیم سر مدرسه ما، شما تهش برید اونجا برای کشف حجاب، هرچی تو اوکی اوکی رپ کاشتی و میگام تو بیتام، ترکات رو وی پی اس لیکام، تو ایرپاد وقتی بالا میرفتی از ویو مبارزه ملی پلی بودم مراسم نیکا و مهرشاد، اون موقع که اون معترض ترکیده بود تو از اون استفاده میکردی، من تو
مراسم نیکا و مرشاد پلی بودم، یعنی کار من با ارزش‌تر از تو بود و تو از اون داشتی سوء استفاده می‌کردی. این نکته اول. نکته بعدی که میگفتش که تو ترک تو وی پی اس هست، وی پی اس رو برای ویو فیک زدن استفاده میکنن ازش و اونایی که استریم فارم دارن و اینا وی پی اس استفاده میکنن که خیلی راحت تر بود که آر پی ام ببرن بالا. اینا رو یوتیوب هم با اون طریق میشه زد و میزنن و اینها هم که تو ترک ها تو وی پی اس ها پلیه، من تو ایرپاد ها سلیک هم اون ترک هایی هم که رسمی پخش نشده از من و لیک کردن و ملت دارن گوش میدن، ولی مال تو رو این شنونده ها باتن یا وی پی اس هن. اوکی که میدم فیت بات با خیلی ها دادم پلی بودم مراسم نیکا و مهرشاد. دو که میدم فیت بات با خیلی ها دادم جیبام کشه هیپا. دو که پول گرفتی؟ مراسم نیکا و مهرشاد. تو که میدم فیت بات با خیلی ها دادم جیبام کش هیپ هاپ نی پول بابامم. تی ام اکس که هیت داشت مردم بشن داور، کجا بودی میزبان ترور رو من دادم ببین الان. اوکی میگه تهران برام های ترور. آره دیگه ترور از قدیمی تر از اصلا کریر دلوه. اوکی. نگاه نکنی نراز دلابامی جوره یکی نمیشه با شما تراز ما، اونجا که کیرگوزی میکنی توش بستی ویدیو، من دو سال کار میکردم دم مغازه بابام، حودت خجالت میکشه توی رپرشون با اینکه نمیشناختنه تو همین قبل امرو. کدوم محله تو خرد میره جوجه رپر اینجا که خوب باش همه داداشتی من بچه ترون. اوکی. ببین خاله خار کسته تو حتی نمیدونی هسته یا هست دیجی. به خالش میگه خواهر خاله اردلان نام چه کسی از یعنی چه نسبت فامیلی با اردلان داره؟ مادر تیجی زشتش نکن دیگه تیجی. ببین خاله خار کسته تو حتی نمیدونی هسته یا هسته، تو کرج میکنم 400 تا رو پر ببین چی میشه ترام بذارم جاکشا کنسرت، از جیب بابات پرتر گنگ حسین رومین دوست. این که خب ببین نفته که عجیب بابام یا عجیب بابات ترام بذارم جاکشا کنسرت، از جیب بابات پرتر گنگ حسین عجیب بابات پرتر گنگ حسین. وقتی یه شخصی پدر ثروتمندی نداره و داری این حرفو میزنی گنگه خیلی پرنی. این باگه، این باگه. ببین مثلا پدر مثلا ایکس نامی میلیارد داره میگی آقا از جیب بابایتو این پرتره، خب خیلی دیگه میشه گنگ پر. ولی خب کسی که مثلا زندگی معمولی داره مثلا عادی و فلان و اینا تو اینو میگی خب گنگ خیلی پر اینی، گنگ از عادی کوچولو پرتره. اینجا رو سوتی دادی همین. این چی میشه ترام بذارم جاکشا کنسرت، از جیب بابات پرتر گنگ حسین روم این دوزیم اگه بخوایم جنگ یک دوسته. اوکی دیگه شیدی زنگ زد خواهی کردی از تو یا اون منیجر لنگ کست. واقعا اون دوتا ترس ندارن. لیریکات کیری کاغذات شاهده، فیکی اون که زده باد برات شاهده، منو میدیدی با مکس میخواستی تو، اون که برا ریکورد راد نداد شاهده. اگه به مو... حالا ما بیایم بگیم مثلا این سیچ دارم هم یادمونه مثلا اینا مثلا بودیم پشت اینا بیایم بگیم بعد میشه بیطرف نیستی. داشته من بیطرف بودن اگه من میدونم ایکس نامی داره دروغ میگه یا بلوفه یا گنگ نیست و اینا، من بعد اینو بگم دیگه به عنوان این فرد بیطرف دیگه. اگه اینو لاپوشینی کنم اتفاقا میشه طرفداری از همون شخص. حالا چون فلانی داره این حرفو میزنه و فکته و واقعیه، من خب لاپوشینی کنم میشه غیر بیطرف. وقتی میدونم میگم دیگه فکته. اوکی این یه قسمت فقط حالا تو تعریفش نمیکنم، خودشون بعدن خواستن تعریف کنن، ولی فکته. کد کیری کاغذات شاهده، فیکی اون که زده باد برات شاهده، منو میدیدی با مکس میخواستی تو، اون که برا ریکورد راد نداد شاهده. اگه به مو بودش حتی دو مصبی رگنار، نور گوشیم پایین زد دو رنگی حرفات. اگه به مو بود چون موش بلنده کجا مگه به مو اشاره کرده بود یادم نی، ولی خب رگنار لاسبروک موه وایکینگ بود دیگه، وایکینگ ها اکثر موشون بلنده دیگه، مگه اینکه فلوکی باشی کچل ده. اگه به مو بودش حتی دو مصبی رگنار، نور گوشیم پایین زد دو رنگی حرفات، تو اکیپ تو زرد دو رنگی حرفات. فکت بودش حتی دو مصبی رگنار، نور گوشیم پایین زد دو رنگی حرفات، تو اکیپتون با هم چند مترین چاغال، همه تون با هم نمیشین کلن کیر اشکان، وقتی سوزن همه کرده رو گلاکای منگیر اشکان کاغان، همه تون با هم نمیشین کلن کیر اشکان، وقتی سوزن همه کرده رو گلاکای منگیر، رد میشم نمی کنه تو گلاکار منگیر. لیریسیست نگه ورسام کیری نیست، چرایش که نمیزنه دوتا از این جناسای سطحی. بلازم چه خوشگل اشاره کرد.
الان اتبا جواب نه، اگر کیریه کسی نمیگه. لیریسیست نه یه ورسام کیری نیست، چرایش که نمیزنه دوتا از این جناسای سطحی. تو آستینم غذا میدم به ماروی افی، نموزی کردی بیا این یه پانچ واسه تفری، قورت میدی من و تیمم و درسته که این یعنی خوب به مامانت رفت. بابا نکنید اینجوری کثیف. البته میگم من همیشه گفتم فوشی که با پانچ بیاد بد نیست، باز قابل هضم تره تا همینجوری فوش دادن، ولی اینم باز همینجا بزن نپزیم، چون خودت اصلا قبل اینکه بازی شروع شه ناموسی رو بردی تو داستانش. اینجا ببین دو تا باگ داشت کارت گفتم. همین بی تو دوست دارم بو پا پا بو. جدیدن اینقدر دیریل میریل اینا شنیدیم چقدر بومبپا داره حال میده. اوکی خب هاستو شنیدیم از امین تی جی. به نظر من جواب دندون شکنی بود از دیس اولی خود تی جی، یه کوچولو فکر کنم البته از لحاظ میکس مستر و اجرا اینا بهتر بود، معلوم بود یکم وقت بیشتر گذشته شد، ولی لیریکی اون یکی دیسش یه کوچولو قوی تر بود، ولی به نظر من از لحاظ لیریکی جفت ترک ها از ترک دلو بهتر بود واقعا. و واقعا به نظر من یعنی به عنوان کسی که underratede واقعا امین underratede و به شدت استعداد داره، مخصوصا توی لیریکش که فهم کنم امینم به هر حال قدیم ها سر اون به هر حال اتفاقای رفیق بازی و اینها یک کوچولی سرش درد میکرد و اینها، و شایدم رفاقت با آدم های و آهنگ دادن با آدم هایی که با همه مشکل دارن یک کوچولو اونجوری که باید و شاید به اون جایگاه خودش نرسید، همین مسیری که الان دلو توشه و فهم کنم دو سال پیش سه سال پیش تو اون مسیر یه کوچولوهایی چیز بود امین بود و اینها. خلاصه این بود از این شنیدیم، نظر شما چی بود؟ حتما تو کامنت ها بنویسید. این ماه پردیسترین ماه تاریخ رپ فارسی بود، حتی از بعضی سالها ما دیسترک و بیف بیشتر داشتیم. خلاصه این از این، دمشون گرم، بهشون خسته نباشید میگم، به این کارم من میخوام نمره بدم 7 از 10. دمشون گرم، تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه، لایک و سابسکرایب و کامنت انگلیسی یادتون نره. See you soon.